مگه من میتونم جلوی شغل شما رو بگیرم؟ نمیتونم بگیرم، ولی میتونم قانونمندش کنم. میخوای لوازم خانگی بفروشی، بعد بیا بری اتحادیه لوازم خانگی. ما کسی نگفت نری کار بکنی. ما میگیم چرا قبل سال 96 به ما میدادن میفروختیم 6 ماه و 7 ماه و 1 ساله، چرا الان بانکو دخالت دارن میکنن؟ چرا فقط یه قشر خاص، یه فروشگاه خاص بعد بره قسطی بفروشه؟ من کاسب 40 ساله نباید بفروشم؟ قبلا میفروختم که یک قرونم نمیکشیدم روش. تو بانک محل زندگی ما 600 تا مغازه است، 700 تا مغازه است. این منبع درآمدش فکر میکنیم میتونه 700 تا مغازه رو ساپورت کنه؟ حداقل بعد روزی 50 میلیون تومان حداقل به یه خانواده بده که بیان چهار قلم هم بخره. تازه اون کسی که میاد پایین ترین لول لوازم خانگی رو میخره. در نظامی که ما میگیم مردم امروز تو مناطق بورس مثل صراح امین حضور، مثل شریعتی، مثل خیابون جمهوری، حفاظ نارمن، ما این مراکز بورس داریم، تجمع فروش مثلا لوازم خانگی زیاد شده، ما بهش میگیم مناطق بورس. مغازه ها فاصله شون یه دیوار 20 سانتی 30 سانتی 10 سانتیه. باید کاری بکنن که مشتری رو جلب بکنن تو مغازه شون و با کمترین حاشیه سود بین 1-2% کالا رو بفروشن، بتونن روزمرگی زندگیشون رو بگیرن. با چه درصد سودی میخوری؟ را بیفتیم بریم تو بازار، اصلا بریم مناطق غیر بورس که نگین آقا اینا بغل همن با هم بستن، نه دارن میخوان اصلا یه چیزی رو الغا کن. آقا بریم یه جایی که مغازش تو تهران سره، بریم مغازش تک تو شمرون، تو خاک سفید تهران پارس، بریم بپرسیم ببینی چیکار داره میکنه. چرا دولت ما رو فراموش کرده؟ مگر چقدر یه لوازم خانگی سود داره؟ تمام بیلبوردا و بنرا و تابلوهای تبلیغاتی در کل کشور، یه همچین پول میاد میره تو صدا سیما، یک نفر سوال نمیکنه. 20 کانال جمهوری اسلامی از شبکه خبر و ورزش و کارتون و سلامت و قرآن و و و و, و, و برنامه قطع بشه، شما میای میگی برو در شهر نگرد. ما برعکس میگیم بیا تو شهر بگرد. تبلیغات به نظر من عوام فریبانه. در شهر نگرد، اتفاقا برو بگرد. من نوعی هر کس بره پولش رو امروز بذاره بانک، از 20% تا 23% بهش بهره میدن. چه جوری با 18% کالا میفروشه؟ پیدا کنیم پرتقال فروش رو. اگر بانک داره اعتبار میده تو فروش کالا، چرا به من کاسب 36 سال سابقه دار نمیده؟ امروز فقط تهران ناراحته این عملی که این سرا و این شهرهای لوازم خانگی و هایپرا میکنن نیستا. ما ناراحتیم به خاطر اینکه حق عادلانه نیست، تقسیم ثروت عادلانه نیست. چقدر پول دارم برم تلویزیون تبلیغ کنم؟ چند تا بنر میتونم من اگه کل صنفمو جمع کنم، 700 تا مغازه دار تو سرا امین حضور جمع کنم، میتونم دو روز تبلیغ تو تلویزیون ببرم؟ میگه آقا یه جا پیدا شده داره یخچال قسطی میفروشه، این دیگه نمیاد بره بپرسه. هی هم بهش میگیم در شهر نگرد. اگر در یه مملکتی به یه قشر خاصی قراره فقط خدمات بدن، تو اون مملکت هیچ موقع عدالت نخواهد بود. داره در پشت این سراها وام به مردم میده، چرا به ما کسبه نمیده که ما قسطی بفروشیم؟ مردم قدرت خرید ندارن، مردم میخوان برن تشکیل خانواده بدن، نمیتونن کالا بخرن. من میگم چطور قبل سال 96 من 6 ماه و 8 ماه میفروختم، سراهایی هم وجود نداشت، درست؟ چطور امرو نمیتونم بفروشم؟ چرا دنبال این نیستیم؟ به شما عرض کرد زمانی که تولید کننده میرفت قبل از سال 96 مواد اولیه‌اش رو 6 ماه و 1 ساله می‌خرید، به منم 6 ماه و 1 ساله میداد. دولت چیکار کرد؟ الان پول پیش پیش میگیره. عرض کردم به شما، شما برو پول از بانک بگیر، 28% بعد بهره بدی، چون 23% داره به پولت میده. اونور میگه با 18% دارم کالا میفروشم، از این ور پول شما برای ارزآوری رو 2 ماه و نیم تو بانک نگه میداره تا بهت ارز بده. خب پس من توان مالی منو دولت من گرفت. حالا این چه جوری این الان یه جایی پیدا شده که داره اینجوری میفروشه؟ چرا به من نمیده؟ ما رفتیم بله 4 تا بانک اومدن اینجا. میدونید چه درصد سودایی میخوان از ما؟ ببینین امروز یه کاسب اگه بخواد بره 100 میلیون از بانک وام بگیره، اول 100 میلیون رو میبرن تو پرونده مالیاتیش، نمیگه آقا من اینو گرفتم به قران دیگه دکونم نمیتونم بگردونم، میخوام 5 قلم جنس قسطی بفروشم. کجای دنیا میان بر علیه کسبه تو تلویزیون تیزر درست میکنن؟ این چیه؟ چند بارم تکرار کردیم. ببین میاد فروشگاه یه مال خیلی بزرگ رو نشون میده، با کچلوار همه وایستادن خیلی شیک، بخ خوش آمدین صفا بردین، بعد میاد یه مغازه از مغازه یه کاسب رو نشون میده، دخمه تاریک، چهار قلم اونجاست، من اینجوری نشستم سرم تو خودمه،
نمیگه این بلا رو کی سر ما آورده که کلمون تو خودمونه. بعد اینجوری سرم پایینه، بلند میشم، میگم بله این کالا هست، این کالا. میگه نه، این اونی نیست که تو اونجا دیدی، من اینو دارم، چرا به دروغ تبلیغ میکنی؟ منم میگه 50,000 جا داشتم، خب منم 50 مدل کالا میذاشتم بغلم. اگر 800 تا مغازه تو سرا امین حضوره، 800 تا ویترین در اختیار مردمه، اونجا یه ویترین در اختیار مردمه و میرن 20 مدل کالا رو میبینن یا 20 تا برند رو میبینن با 100 قلم کالا. شما بیا سر امین حضور 1,000 قلم کالا رو میبینی. پس بیا تو شهر بگرد، نگو تو شهر نگرد. و شما میگین بانک رفته پشت سر اینا؟ 100%. بانک داره دلالی میکنه، بانک داره بنگاهداری میکنه. مسئولین بیان برن کنکاش کنن، کسی رو به شما معرفی میکنم 70 سال لوازم خانگی میفروشه، 60 سال پروانه کسب داره، بگه آقا شما همین الان برو دکونتو بذار در رهن بانک، ببین با چه بهره‌ای بهت پول میدن که بری قسطی بفروشی. صبح برشکست میشه، نمیتونه جواب بانکو بده. ببخشید، بدون رابطه و ضابطه شما میتونی بری انقدر سرمایه بیاری پشت یه مالت؟ ما تو سرا امین حضور 25 تا پاساژ داریم، بریم ببینید یه دونه پارکینگ طبقاتی داده. بعد شهردار منطقه‌ای که این آقا اومده تو تهران 20 هکتار جا رو خریده، میاد من میخوام واسش پارکینگ طبقاتی بزنم. روزی که مجوز پاساژ میدادین تو منطقه 12 تو سرا امین حضور، چرا مجوز پارکینگ ندادین؟ چرا نگفتین اینجا حق نداری بری پاساژ بسازی؟ با چه طریقی داریم مردمو میکشونیمشون اونجا تو این مالای بزرگ؟ بچه‌تو بیار بذار بره اینجا بازی کنه، ماشینتو بذار راحت باشی، فست فود میخوای بخوری برو بخور، غذای مجلسی میخوای بخوری برو بخور، میخوای بری بگردی برو این کارو بکن. چطور نکردین این کارو تو سر امین حضور؟ حالا میاد تبلیغ میکنه، جای پارک برات درست میکنم، فضای سبز برات درست میکنم، ترافیکشو درست کردم. چرا صدا و سیما تیزری که درست کردی چرا نیومدی سوال کنی تو قسمت فرهنگ سازیش که شما بر علیه یه صنف یا سنوفی داری حرف میزنی که همه رو داری میبری زیر سوال؟ همه چی رو فروختین به پول؟ چرا امروز نظام بانکی باید بره فقط پشت سر یه نفر، پشت سر یه تشکل؟ پس این اصناف چی کارن؟ همه اینجوری میکنم آقا چرا قسمت پر لیوان رو نمیبینی؟ شما چرا قسمت خالیش رو نمیبینی؟ بابا پره رو که همه دارن میبینن. اگر این خطی که این آقایون این نوع فروختن کالا در پیش گرفتن، اینا 4 روز دیگه سیاستگزار میشن در تولید لوازم خانگی و کارخونه های تولیدی رو از بین میبرن. دلیلش هم خیلی محکمه، حتماً قیمت گذاری که میشن شدن. یه دلیلش اونه، میدون ولی از پارچه نویس بزرگ، بنگاه حق بنگاهداری نداره. امروز تو صفحه اول تو شبکه خبر میاد نشون میده بیشترین خونه های خالی مال بانک هاست. 5 تا بانک هم اسپورت، من نمیگم، من از تلویزیون خودمون دارم میگم، گو اولیش مال بانک فلان، دومیش مال، مگه نشدید شما؟ خب آیا این سرمایه پول من نبوده که از 5 سال پیش این بانک نگرداشه؟ چرا امروز به قیمت امروز داره میفروشه؟ چرا به قیمت 5 سال پیش که پول من گرفته برده این خونه رو ساخته نمیده؟ چی شو؟ با بزرگای ما میگفتن که تو بازار چند تا حاج جبار نزول خورن، آب از دست اینا میچی که حواست باشه کفشتو روش نذاری، این آب نجسته. پیشرفت باشه، نه اینکه با قلتک از رو همه رد چیم فقط به خاطر یه صنف، فقط به خاطر یک نفر، فقط به خاطر یک مجموعه، فقط به خاطر این که بگیم آقا ما هم هستیم. ببینی یه چرخه است در یک دولت برای یک شغل، اولش مواد اولیه‌شه، دوم تولید کنندشه، سوم توزیع کنندشه، معنا و مفهوم پیدا میکنه برای اون تولید ثروت تو اون جامعه و تو اون دولت. هر کدوم اینا زنجیره پاش لنگ بزنه چه اتفاقی میفته؟ همه لنگ میزنن.